خبر دارین یکی از اصلی ترین دلایل مرگ گیاهامون آبیاری اشتباهه قلب سفید این پست رو قرمزش کن و همراه من باش تا چراش بهت بگم اولین اشتباهی که انجام میدیم کم بودن فواصل بین دو آبیاریمونه و بدون توجه به خوش شدن خاک گلدونمون گیاهمون رو آبیاری میکنیم بهتر آبیاریمون بر اساس روز و تقویم و هفته نباشه و گیاهمون رو با خوش شدن بخشی از خاک گلدونش آبیاری کنی. دومین اشتباهمون اینه که گیاهمون رو سیراب نمی و توی هر نوبت از آبیاری مقدار خیلی کمی آب به گیاهمون میدی. اگه بعد از آبیاریمون اضافی آب از سوراخهای زهکشی کف گلدونمون تخلیه نشه نشون دهنده اینه که یا آبیاریمون خیلی کمه و یا یعنی اینکه زهکشی خاک و گلدونمون درست نیست بهتره توی هر نوبت از آبیاریمون به قدری به گیاهمون آب بدیم که چند قطره از اضافی آب از سوراخهای کف گلدونمون خارج بشه. توی این مدل آبیاری همه قسمت های خاک گلدون ما خیس و مرتوب میشه و همه قسمت های ریشه گیاهمون هم آب جذب میکنه سومین اشتباهی هم که انجام میدیم تخلیه نکردن آب زیر گلدونیه بهتره هر بار نیم ساعت بعد از آبیاریمون آب زیر گلدونیمون رو خالی کنیم چون اگه آب زیر گلدونی رو خالی نکنیم اضافی آب دوباره برمیگرده داخل خاک گلدونمون و برای مدت زمان زیادی خاک ما مرتوب میمونه و این مرتوب موندن باعث میشه گیاه ما دچار پوسیدگی ریشه بشه چهارمین با هم آبیاری با فواصل زیاده گاهی وقتا به خاطر نداشتن اطلاعات کافی در مورد گیاهمون گیاهمون رو با فواصل خیلی زیاد آبیاری میکنی که این باعث میشه گیاه ما دچار تنش خشکی بشه و حتی گاهی وقتا ریشه های گیاهمون خشک بشن و از بین برن پنجمین اشتباه هم آبیاری با آبهایی که دمای مناسب ندارن. آبهای خیلی گرم یا آبهای خیلی سرد برای آبیاری مناسب نیستن چون ریشه های گیاه همون رو دچار شک دمایی میکنن. بهتر آبی که گیاه همون رو باهاش آبیاری میکنیم به دمای محیط رسیده باشه. ششمین اشتباه هم آبیاری با آب کلور داره. بیشتر گیاه ها به کلور حساسن و بهتره که با آب کلور دار آبیاریشون نکنیم. برای از بین بردن و کلور بهتره که آب رو بذاریم یک روز توی محیط بمونه و کلورش بپره و بعد گیاهمون رو باهاش آبیاری کنیم.